سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه های تریبون کارگری. امروز با علیرضا نوایی و ستار رحمانی هستیم. سلام بر تو ستار. درود بر شما و درود بر علیرضای عزیز و بینندگان تلویزیون برابری. سلام بر تو علیرضای عزیز. امید که خوب باشی و جمع‌بند خبرهای دو ماهه رو بتونیم با بینندگان تلویزیون برابری تقسیم کنیم. منم سلام میکنم به بینندگان تلویزیون برابری و شما دوتا عزیز و خسته نباشید میگم به تمامی دست‌اندرکاران تلویزیون برابری. جمع‌بندی که رابطه با مهر و آبان یعنی دو ماهه اول پاییز وجود داره در رابطه با اعتراضات کارگری، همون روند شیش ماهه اول سال جاری رو یعنی 4.5 اعتراض در روز و به طور میانگین ثابت میکنه. و اگه ما بیایم اعتراضات دیگه نیروهای اجتماعی رو با اعتراضات کارگری جمع بکنیم، در مهر ماه ما به طور میانگین شاید 5 اعتراض در روز بودیم، در آبان ماه 6 اعتراض. مثلا تو همین رابطه که فقط یه مکسی بکنیم، بعضی روزا شده توی آبان ماه تو استان خوزستان فقط ما شاید 5 اعتراض کارگری بودیم. حالا بعدن یاد میکنیم اعتراضاتی که رسانه‌ای شدن، اعتراضاتی که خبردار شدیم یا تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده. نکته دیگری هم که بازم این دو ماه وجود داشت، مثل شش ماهه اول سال جاری، اعتراضات همزمان در استان‌های مختلف بود. مثلا مربیان پیش‌دبستانی یا کارگران راه آهن. نکته بعدی تو همین رابطه، سریع آوردن اعتراضات به پایتخت. وقتی میگن تو مراکز قدرت شهرستان یا استان پاسخ نمیگیرن، راهی پایتخت میشن برای دستیابی به مطالبات خودشون. نکته دیگری که وجود داشت، بالاخص توی کارگران شهرداری ها اعتصابات طولانی مدته تو سکوت رسانه‌ای، به صورتی که مثلا بعضی جاها 10 روز 15 روز میگه کار نمی‌کنیم تا حقوق ندیم، و این باعث میشه که زباله‌ها تو سطح شهر بمونن. بیشتر هم کارگرای خدمات شهری هستن و بازتاب زیادی داره تو شهر و نارضایتی هم بین اهالی ایجاد میکنه. تو همین دوره یه نکته‌ای که برجسته شد، مسئله این اعتراض منفی بود. به چه صورت؟ به صورت خودکشی، اقدام به خودکشی و حالت حلق‌آویز یا سوزوندن که هم تو ماه مهر شاهدش بودیم، هم تو ماه آبان، هم بین کارگران و هم جوانان متقاضی کار یا نیروهای دیگه که خبراش هست. من وارد جزئیاتش نمیشم. به طوری این مسئله توی این دو ماه گسترش پیدا کرده که کارگرای راه آهن به طور نمادین اومدن اعتراض خودشون با پخش یه دونه عکس منتشر کردن که 3 کارگر راه آهن با لباس کار و یکیشون
یه دونه حلقه تناب و بالای سرش گرفته و تو اون رابطه خواسته خودش رو تو اون پلاکاردی که اونجا زدن گذاشته. یه نکته دیگری که تو این دو ماه بود، این نکته منفی اعتراضات بود، اینی که مثلا آهای گلدشت یا خیابان دبیر اعظم کرمانشاه که شاهدش بودیم، یا در رابطه با دستفروشا درگیری مردم با ماموران اجراییه. مثلا توی کوی گلدشت اهواز اینا رفتن این شابای آبی رو که به قول خودشون غیر مجازه رو قطع بکنن، اهالی وایستادن جلوشون و نذاشتن. یا مثلا رفتن تو خیابون دبیر اعظم کرمانشاه بهشون فشار بیارن دکونه رو ببندیم فلان اینا، اونا چیز بره مقاومت کردن، بعد وایستادن در رابطه با این ماموران اجرایی، طوری شده که دیگر اهالی هم اومدن ازشون باشون همبستگی کردن. اینی ما در رابطه با حمله مامورین اجرایی به دستفروش‌ها هم داشتیم تو نقاط مختلف که مردم میان حمایت میکنن تو این رابطه. اما نکته دیگر که هست، توی از اواخر مهر ما شاهد سانسور شدیدی در رابطه با پخش اعتراضات کارگری، یعنی شهرداری 10 روز اعتصاب میکنن، بعد یک گزارشی میاد میگن حقوق کارگران فلان شهرداری پرداخت نشد. میری تو داخل خبر میبینی یک گوشه نوشته اینا کارگر اون کارگر به ما الان 15 روز تو اعتصابیم، 10 روز تو اعتصابیم. یا خیلی از خبرها پخش نشد، احتمال داره در رابطه با اعتراضات آبان ماه بوده 98، اینا وحشت داشتن منتظر بودن تو این رابطه. یعنی سانسوری بیش از گذشته و بنم بوده، ولی تو این دوره واقعا موقعی مجبور شدن خبری تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده، اینا اومدن اینو مطرح کردن. وگرنه به برخی موارد میتونیم بگیم علارغم آماری که داده شد اول، ما خیلی از اعتراضات رو تو این دوره نسبت به گذشته تو جریانش قرار نگرفتیم، یا خیلی اعتراضات رو کمتر تو جریانش قرار گرفتیم. نکته دیگری که باز این دوره تایید شد، روز بروز نیروهای بسیجی، خبرگزاری های وابسته به نیروهای بسیجی و ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی، قوه قضاییه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش تو محیط های کارگری فعالیتشون رو دارن ادامه میدن و گسترش میدن که نمونه شو توی هفته پم میتونیم مثال بزنیم و جاهای دیگر هم که این هست. بلاخص هر جایی که زمینه‌های اعتراضی هرچی بیشتر وجود داره، اینا با برنامه وارد اونجا میشن، حضور پیدا میکنن و فعالیت‌هاشون رو همونطوری که طی دو سال گذشته بوده، اینا اومدن با قول خودشون تا دو سال پیش این نیروهای چپ مدافع، نیروهای انقلابی مدافع حقوق کارگران بودن که حمایت میکردن از اعتراضات کارگری و پشتیبانی میکردن، این الان اینا اومدن و خیلی هم خرسندن که دارن این کارا رو توی این محیطا دارن میکنن. این مجموعه نکاتی بود که من میتونستم در دو ماه بود. در مجموع میشه گفت که ما شاهد خصوصا توی مهر ماه با توجه به مسئله بازگشایی مدارس و هرچند در شرایط کرونایی هست و اینا، ما شاهد انعکاس موقعیت دانش آموزا و فقر وحشتناک و محرومیت های بسیاری توی خانواده های کارگری و خانواده های در واقع زحمتکش بودیم توی سراسر کشور. مناطق خصوصا حاشیه بسیاری از بچه ها محروم از در واقع ادامه تحصیل شدن و اعتراضات زیادی رو معلم ها
به شکل‌های فردی و به شکل‌های متعددی که انعکاس دادن در نامه‌هاشون، در خطابی‌هاشون، در مصاحبه‌ها و در همین دوره ما شاهدیم که محمد حبیبی از مسئولین کانون سپید معلمان آزاد شد، بعد از مدت‌ها زندان خوشبختانه آزاد شد، اما برخی از زندانیان و معلم همچنان زندانن و فشارها همواره علیه اونها هست. به قول علیرضا، قضیه بحث بر سر عدم تکرار آبان ماه و حراس از آبان ماه اونها رو به اقدامات بسیار بسیار گسترده‌ای در واقع کشوند. ما تو این زمینه هم خصوصا توی جنبه معلمان و دانش آموزان رو اگر بتونی یه خبرها رو بگی صدا جان ممنون میشم که بعد بتونیم یک بررسی جمع‌بندی از مجموعه حرکت‌ها داشته باشیم. خواهش میکنم. ولی در با معلمان خب بخشیش که به صورت روزمزد کار میکنن یا در پیمانکاری هستن و حق تدریسی هستن و نوعی مختلف، بعضی همون هر موقع یه مدرسه احتیاج داره زنگ میزنن میرن سر کار. این مجموعه که بیشتر تحت فشار هست، این بخش از معلمان، و دیدیم که اعتراضات این بخش هم بیشتر بوده و جلوی مدرس و در شهرستان ها جلوی آموزش پرورش. و چیزی که بسیار برای من جالبه اینه که بسیاری از اینها، یعنی اکثریت زن هستن که توی آموزش پرورش توی این بخش کار میکنن و بعضیشون حقوقهای بسیار بسیار پایینی دارن. من با چند نفر که صحبت میکردم بعضی حتی حقوق نمیگیرن، میگن برای اینکه تجربه بشه بعدم بریم سر کار، میان اونجا کار میکنن داوطلبانه. و خب این بسیار بسیار دردآوره که تعداد زیادی از اینها سال در آموزش پرورش به این صورت از 300 هزار تومان در ماه که مقایسه کنی با حد فقر الان 10 میلیون تومان اینا کار کردن تا 600 هزار تومان در ماه، و همیشه هم اعتراض داشتن به شرایطشون که برای تبدیل وضعیتشون، اما خب متاسفانه هیچ تأثیری از تصمیم گیری های دولت تو این مورد نبوده. از جنبه دیگه اون بخش از دانش آموزان که گفتیم بسیار تحت فشارن، بخصوص در شرایط کرونا بعضی جاها که اصلا مدرسه ندارن و بیرون از یه آلونکی به اصطلاح دارن درس میخونن، اینا رو در نظر داشته باشیم که اینا باید تبلت داشته باشن، اینترنت داشته باشن که بسیاری از اینا ندارن. و همونطوری که علیرضا تو گزارشش در مورد خودکشی ها گفت، این در مورد دانش آموزان بسیار بسیار دردناکه. من دیشب یه ویدیویی از یه پدری رو دیدم واقعا به صورت دردناکی داشت گریه میکرد که ای کاش من اون سیلی رو به صورت بچه‌م نمیزدم که از من یه کاپشن خواست من نتونستم براش بخرم خودکشی کرد. تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان به خاطر نداشتن امکانات تبلت خودکشی کردن. در آمارها هست که اینا به خاطر نداشتن امکانات اینترنت و اینکه در هر صورت عقب موندن در سایه خودکشی میکنن. معلمان اعلام کردن که اصلا اون اپلیکیشنی که اینا شاد اینا آره اینا چیز کردن، این اپلیکیشن اصلا کار نمیکنه. بسیاری میگن ما به خاطر سرعت بسیار بسیار پایینش نه معلم میتونه استفاده کنه نه دانش آموز، میگن ما از تلگرام استفاده میکنیم و اینم خب باز مشکلات خودش رو داره. توی مجموعه این شرایط کرونا به خصوص در عرض یک سال گذشته ما دیدیم که آمار خودکشی ها بیشتر شده و در خصوص در نسل جوان که میدونی خودکشی در اوج ناامیدیه دیگه، یعنی یه بچه 10-11 ساله در اوج ناامیدی بیاد خودکشی بکنه، خب این واقعا نشون میده عمق فاجعه جامعه ایرانی را که شاید در ظاهر این اعتراضاتی که علیرضا میگه در بین کارگران
در بین معلمان، در بین بخشای پرستاران اینا وجود داره. شاید اگر به ظاهر قضیه نگاه کنید میگه خب اینا برای موضوعشون دستموزشون دارن اعتراض میکنن یا موضوعهای تعویق افتاده، اما در بری به عمق تک تک این کارگران به زندگیشون نگاه کنی میبینی فاجعه‌ای در راهه که نه تنها این نسل بلکه نسل آینده رو هم تأثیر میذاره. ناهنجاری های اجتماعی به وجود میره که شاید بسیار سخت قابل جبران باشه. به همین دلیل من میگم نسل جوان یعنی معلم‌ها نقششون بسیار بسیار مهمه که متاسفانه اگه برگردیم به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان بسیار ضعیف عمل میکنن تو این دوره. کانون‌های صنفی اونجایی که فعال هستن خودشون مستقیم در رابطه دفاع معلم میکنن یا خودشو بخشی از این چیز اعلام بکنه. معلمان حتی به صورت سمبولیک هم شده برن توی تظاهرات اینا ازشون دفاع بکنن. این وظیفه شورای هماهنگی که خودشو نماینده کل معلمان ایران میدونه و به نظر من بازنشستگان هم بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی که بخششون معلمان بخششون کارگران، اینا هم مسئولیتش به عهده همین شورای همین کانون‌های صنفی است که باید خودشون با اینا یکی بدونن و ازشون دفاع بکنن، برای اینکه این سنت جهانی اصلا هر جایی که اتحادیه‌های کارگری وجود داره دیگه بازنشسته تشکلی نداره، بازنشسته همون عضو اون اتحادیه‌ای بوده که هست که بوده. معمولا در انگلیس من مثلا من الان عضو اتحادیه کالج دانشگاه‌ها که هستم بودم، اون موقعی که تدریس میکردم حق عضویت میدادم، الان چون بازنشسته شدم بدون حق عضویت الان من عضوم، یعنی اون حقوق دارم بازنشستم، هر مشکلی هم پیش بیاد دوباره میرم سراغ اتحادیه‌ام که وکیل و امکانات دیگه فراهم بکنم. در ایران هنوز این سنت نشده، انگار بازنشسته یه چیز کاملا جداگانه ای از اینایی که کار میکنن، در حالی که آینده همین کسایی که کار میکنن همین بازنشستگان دارن دیگه با توی آینه باید ببینم. به همین خاطر من میگم این وظیفه کانون‌های صنفی معلمان هست و تشکل‌های کارگری اونا که هستن وقتی بازنشستگان میان اعتراض میکنن باید بهشون همبستگی رو نشون بدن و این مهمه برای اینکه همه درد مشترکی دارن، دردشون یکیه. من اگه جمع‌بندی بکنم، آره من موافقم با علیرضا که واقعا در ماه‌های اخیر به خصوص اقدام به خودکشی بیشتر شده، اعتراضات کارگری در آبان‌ماه در خوزستان و بسیاری جاها به خصوص خوزستان این اعتراضات بیشتر شده. خب اگرچه میبینیم اعتراضات بخش‌هایی از کارگران که بسیار بسیار فعال بودن، هفت‌تپه و هپکو دیگه، اون قسمت فقط اون کارگرای اخراجی و برخی اوقات کارگرای کشت هفت‌تپه در اعتراض هستن و بقیه فعلا در حالت اعتصاب در حالت معلق. من به نظرم هفت‌تپه جاییه که هیچ وقت اعتراض اینجا نمیخوابه، برای اینکه این مشکل یا خواسته و مطالباتشون حل نشده. ولی خب ظاهرا الان اگه بخوایم خلاصه بگیم اونجا این اعتراضات کم شده و یه دلیل دیگهش که من از این فعالیان موافقم با علیرضا که نیروهای امنیتی در همه جا نه تنها در خیابونها میبینیم، در محلهای کار هم اینا برای کنترل به خصوص از آبان ماه شروع شده. این کابوس آبان 98 سر تمام این تک تک اعضای انگار برشون سنگینی میکنه و به خاطر همین باید اینا کنترلش کنن با نیروهای امنیتی که شب خوابشون ببره و این واقعیتی که الان در ایران وجود داره. توی این روند اعتراض ها ما در چند سال گذشته خصوصا در سالی که بودیم مسئله خصوصی سازی ها و مبارزه علیه خصوصی سازی ها، نه فقط هفت‌تپه، هپکو، ماشین سازی، معلمان، همه بسترهای به قول معروف اقتصادی کشور رو در بر گرفت، در جاهایی که
بسیاری از مردم با خواست اعتصابگران علیه خصوصی‌سازی‌ها بسیار همراه شدند. قارت سازمان یافته و ویرانسازی هایی که این در واقع خصوصی‌سازی‌ها به بار آورده رو در واقع هفت تپه به شکل عریانی نشون داد و همبستگی هایی رو در واقع ایجاد کرد. اینا ارزیابیتون از این مجموعه دو ماهی گذشته خصوصا رابطه چه هست؟ چرا که قوه قضاییه در دستگاه دولت اینها در یک جنگ و گریزی هستند و در مجموع جنبش کارگری رو میخوان در واقع ازش استفاده کنن. همون فعال شدن بسیجی ها رو گفتین و اینها، اونا میان همراهی میکنن ادارت خواهان به اصطلاح که علیه خصوصی ها، ولی میخوان به یه خصوصی خصوصی دیگری بدن. و در واقع این مجموعه که طرح عمومی دولت داره خودسازی و رهاسازی که اون بند چهار قانون اساسیشون هست و اینها، این رو دارن اجرا میکنن که نتایج شما داریم میبینیم. در مجموع این مبارزه چجوریش در واقع پیش رفته در این دو ماه؟ علیرضا ببینیم تو این دو ماه مثل شیش ماه گذشته، هر چند که عدم پرداخت به موقع حقوق بیمه کل مطالبات باز تو رأس خواسته اعتراضات هست، اما تو سال جاری ما مسئله لغو خصوصی سازی ها رو داریم. فقط تو افتپه نیست، مثلا تو ماشین سازی، نمیدونم خیلی جاهای دیگه، این حتی نیروگاه رامین اهواز خیلی زیاد، اگه بشماریم همین ماشین سازی تبریز خیلی زیاد. بعد حذف شرکت های پیمانکاری است، هم بین کارگران هم بین کادر درمانی. متوجه عقد قرارداد مستقیمه، میخوان تبدیل وضعیت بشن. نسبت به سال گذشته بار بیشتری دارن اینا پیدا میکنن. یا مبارزه برای افزایش دستمزد به چه شکل؟ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، چون یکی از چیزایی هست که قانونیه ولی اجرا نمیشه، سر دم بریده اجرا میشه. اینا برای اینکه بتونن این دستی از حقوق خودشونو بالا ببرن، مسئله اجرای درست و کامل تر طبقه بندی مشاغل رو مطرح میکنن، یا روی خواسته های خودشون حق و حقوقی که دارن، خب که علاوه بر حداقل دستمزد یا دستمزد روزانه هست، خب روی اونا مکس میکنن و خواهانش میشن. یعنی ما بگیم امسال نسبت به سال گذشته رو اینا تاکیدات بیشتری رو ما شاید. پس مثلا کارگرای چیز دیده بودیم پالایشگاه رو دیده بودیم، کارگرای متخصصشون برای سطح حقوقی که بالا اومدن مطرح کردن. خب در این حال ما از یک طرف میبینیم اینا مصممن کارگران برای دستیابی به مطالباتشون یه شکل خاصی تو پالایشگاه اصلا رفتن، ترک کردن محل کارو و بعد پیدا کردن اینا دیگه کارگر ساده نیستن سری جایگزین بشن، کارگرای فنی با تخصص بالا هستن، چیز کردن اینا جاشونو پر کردن سخته. یا در رابطه با تره طبقه بندی مشاغل تو مجتمع پتروشیمیا، حتی همین هفته به غیر فلان اینا که ما شاهدش بودیم تو این دوره صورت میگیره، از طرف دیگه ما هیچ نیروی دیگری داریم، خود کارفرماها هستن کلک میزنن، میان برای اینکه اعتصاب رو بشکنن، قبول میکنن خواستهای کارگران. اینو من مطرح میکنم که باید برای این اندیشه شود که باید عزم راسخشون رو که کارگران نشون میدن ضمانت اجرایی بگیرن. من نمیدونم چجوری، ولی این چیزی که به نظر من میرسه. یا نکته دیگه در رابطه با همین دانشجوهای بسیجی، نیروهای قضایی امنیتی فلان اینا که به اصطلاح به یک جناح از حاکمیت وابسته هستن. شما اگر
این پلاکارتی که روز سه‌شنبه 4 آذر تو مجتمع نیشکر هفت‌تپه بردن بالا دقت بکنی، تو پلاکارت ننوشته لغو خصوصی سازی، نوشته فسخ و ابطال قرارداد واگذاری. یعنی این به چه معناه؟ همون کاری که تو کشت سنت مغان کردن، این باطل بشه یا تو مثل تو یا هبکو یا دیگه واگذار بشه به یکی دیگه. خب به بل مراد به سپاه یا نیروهای وابسته به جنای خودشون. شما یادتون اگه باشه من یه تجربه بگم که خیلی خوبه، که وقتی که احمدی نژاد اومد حذف شرکت‌های پیمانکاری رو روش وایستاد. می‌بینیم همه فهمیدیم که برای چی بود، برای اینکه جناح مخالف سرمایه گذاران و این شرکت‌های پیمانکاری بودن، سودشون به جیب اینا می‌رفت. برای اینکه اون جناح رو بزنه خب رفت پای شرکت‌های پیمانکاری، خب زورش هم نرسید، همون قضیه ادامه پیدا کرد. پس بنابراین این نیروها میان این کارفرماها وارد معاشره میشن و مسئله لغو خصوصی سازی و واگذاری به دولت با نظارت کارگران یا هر خواسته دیگه خودشون دارن، من اینجوری مثلا فعل میکنم، این میخوان از میان تویی بکنن، بگن این که چون این که هست واگذار شده اهلیت نداره، بدیم به دار دسته خودمون که اینا اهلیت دارن و میتونن این کار رو پیش ببرن. پس بنابراین توی این عرصه هم هر جایی که کارگران خواستشون اینه، من نمیتونم بگم خواستی که چی باشه، اگه لغو خصوصی سازیه باید این تاکتیک رو ببینن خونسا بکنن. و اینا حتی این جریان سرکوب نیروهای سیاسی در 60 و 70 اینا که نفوذ میکردن تو نیروهای سیاسی، اینا تو واحدهای تولیدی میرن یار میگیرن میخرن، بعضی ها رو میخرن بعضی ها رو چیز میکنن از راه به در میبرن، یعنی به عنوان عاملشون نیستن، میگن آقا این مسئله رو چیز بکنیم. که این نکته ایه که باید مورد توجه فعالین کارگری در هر واحد تولیدی قرار بگیره. اینا که میان اونجا در واقع روشنه، اینا نیروی ضد کارگری هستن در قالب حمایت از کارگران برای به بیراه بردن مبارزات کارگران وارد واحدهای تولیدی و خدماتی میشن. این همون جوری که کارفرمایان میان همراهی میکنن، میگن ما قبول داریم خواسته خودشونو، یک ماه دیگه 15 روز بعد اونجایی که میخوان اجرایی بکنن، مثلا تر طبقه بندی مشاغله چیاد میکنه سردم بریده اجرا میکنه، یا اینکه میخواد حقوق رو قبول کرده اینقدر ببره بالا نمیبره، یا حقوق به موقع هم پرداخت نمیکنه. صدر جان، دوره کرونا دوره فلاکت واقعی برای بسیارانی در همه جهان ماست. بسیاری خصوصا توی کارهای خدماتی اینا کارهاشون از دست دادن. توی ایران این قضیه اصلا به شکل وحشتناکتریه، بسیاری کارشون از دست دادن بدونی که از حمایت‌های دولتی برخوردار باشن. تو انگلیس، تو فرانسه، تو حتی توی ایالات متحده ما شاهدیم که بسیاری از در واقع دولت به کسانی که بیکارن یا کسانی کارشون از دست میدن کمک‌های حمایت‌های مالی میکنن و کمکشون میکنن. توی ایران این قضیه کاملا در واقع با یه دولت ورشکسته روبرویم که مسئلهش حفظ خودشه و عدم به قول شما ایجاد نشدن آبانی دیگر، و همه نیرو میره روی بمب‌سازی و موشک‌سازی و ترور و در واقع امنیت حفظ نظام اصل اول و غارت‌هایی که دارن انجام میدن. توده کارگر و زحمتکش رو رها کردن. از اون ورم ما شاهدیم توی پرستاران، علارغم این که پرستارا و کادر درمانی در واقع اولین کسانی هستند که در مقابل این کرونا وایستادن، ما شاهد یک سیاست‌های وحشتناکی هستیم که دولت اسلامی انجام داده و ایران بالاترین درصد قربانیان رو در کادر درمانی داره در سطح جهان با فاصله بسیار بسیار زیاد.
یعنی در هر 1 میلیون نفر 500 نفر وقتی بمیره، یعنی یک چیز اصلا وحشتناکیه که در خیلی از جهان نیست، یعنی در صدر قرار دارن و در واقع ول کردن. سیاست های کاریکاتوری در مورد مقابله با کرونا، نه فقط در سیستم درمانی با ارائه داروهای تقلبی و مسائلش و طب سنتی داره پیش میره، از او برم حتی این قرنطینه ها و اینا به خاطری که عدم حمایت از مردم و گرسنگان میشه، مردم رو مجبور میکنه وارد کار بشن و مردم هم رعایت نمیکنن. با یه دولتی که به هیچ چیزش باور ندارن، واقعیت وحشتناکی رو ترسیم میکنه. ارزیابی از این قضیه چیه؟ این خود این چقدر تاثیر داشته توی جنبش اجتماعی کارگری که و جنبش عمومی که ما درش هستیم؟ اگر بخوایم به طور مشخص، منظورت اینه که کرونا به هر صورت چه تأثیری روی زندگی مردم و همچنین به نوعی بازداشتن مردم در اعتراضاتشون تأثیر داشته، اینا باید از این زاویه نگاه کرد که خب چقدر انتظار ما در ارتباط با اعتراضات اجتماعی بوده و انتظار ما در رابطه با اعتراضات کارگری چقدر بوده. در رابطه با اعتراضات کارگری من فکر نکنم اصلا تر شرایط کرونا تاثیر گذاشته باشه، یعنی مرگ و زندگی. حالا در رابطه با کارگران باید به این نوع نگاه کرد، اونایی که کار میکنن که میرن سر کار و براشون فرقی نمیکنه که تجمع هم داشته باشن یا نداشته باشن، برای اینکه دیدیم مثلا کارگرای هفت تپه را وقتی سر کار می اومدن همه دست جمعی، بسیاری از کارگرا از طریق اتوبوس و مینی بوس و اینا که سر کار میان، اینا براشون فرق نمیکنه. یعنی از لحاظ اینکه کرونا چه تأثیری روی اعتراضات کارگری داشته باشه، من به نظرم نداشته. و در رابطه با دست فروش ها و اینایی که زندگیشون به این بنده که اینا باید بیان بیرون دست فروشی بکنن و براشون فرق نمیکنه، هر دو سرش خطر مرگ هست، توی خونه باشن از گرسنگی باید بمیرن برای اینکه هیچ کمکی نیست. خب سر صدای چیز، سر صدای رژیم بلند شده که ما 1 میلیون داریم به خانواده های به 60 میلیون نفر داریم میدیم آره که کمک بکنن. قبلا هم اعلام کرده بودن که 1 میلیون داریم میدیم، اینا سودش رو پس میگیریم توی دوره قبل و دارن میخوان چوب حراج میخوان بزنن به همه صنایع و تمام چیزهای دولتی برای دادن این 1 میلیون هایی که نمیشه باش چند کیلو گوشت خرید. دقیقا اینطوره، یعنی اینا برای اینکه بودجه ای ندارن برای این کمک، حتی یارانه که گفتن 120 هزار تومان میخوایم بدیم، حتی بودجه ندارن و اینا مجبورن که از چیز دارایی های دولت حراج بزنن به قول شما، که همون کارخونه هایی باشه و برخیش و هر چیز سهام اینا هست، اینا به هر صورت این اقدام رو بکنن و کمک بکنن. اینا اگه مقایسه بکنیم با به عنوان مثال کشور انگلیس، کشور انگلیس قانونش اینه، اونایی که به خاطر کرونا مجبور شدن سر کار نمیتونن برن، 80% حقوقشون رو دولت موظفه بده. برای اونایی که کارگاه دارن، بیزنس دارن، اینا هم کمکایی را دریافت میکنن از دولت. یعنی ببینید این هم نه به خاطر اینکه دولت اینجا خیلی دولت خوبیه یا چیزه، این به خاطر حداقل بگیم این اتحادیه کارگری وجود داره که به عنوان یک نهاد مستقل و نهادهای دیگه در مقابلش هستن و میتونن اعتراض بکنن به این مسئله. در رابطه با ایران ما هیچ نهاد مستقلی که پشتوانه جنبش کارگری باشه، پشتوانه اقشار مختلف مردم باشه، وجود نداره. دولت هر جوری که دلش بخواد عمل میکنه. به خصوص شرایط کرونا مثل اون جنگ ایران عراق یک نعمت الهیه برای اینا که میگفتن اون جنگ نعمت الهیه، کرونا هم همینطور. یعنی دستاویز کردن کرونا برای سرکوب جنبش کارگری، این میتونه تا حدودی کمک بکنه، اما من به نظرم مردم دهنکجی میکنن به تمام پروتکل هایی که رژیم
میذاره که مردم رعایت بکنن، برای اینکه خود رژیم اصلا هیچ برنامه‌ای نداشته. از اولش آقای روحانی میگفت شنبه همه چی درست میشن برین سر کار، بعد اومدن گفتن اصلا قرنطینه این مال هزار سال پیش، این اصلا نداریم ما قرنطینه رو. بعد اومدن یه چیزای دیگه مطرح کردن. خب این نشون میده که یا هر جوری نمیدونم یه اسمی بذاریم، بیکفایتی یا ناکارآمدی یک دولت دیکتاتوری در مقایسه با چین هم دیکتاتور، کشورهای دیگه هم دیکتاتور، حداقل یه هزینه برای مردمش کردن، خب دلش رو گرفتن. ولی این ناکارآمدی جمهوری اسلامی فقط در زمینه کمک به مردمه، در صورتی که در سرکوب مردم برنامه ها همه چی آماده است، بودجه فراوانه و میبینیم که در آبان ما همه این نظامی مثل یک حکومت نظامی اعلام نشده در همه جا بودن که کنترل کنه مردم نباشه. بنابراین بودجه برای اونا هست ولی برای رفاه مردم و جلوگیری از کرونا نیست. خب گفتیم در رابطه با کسایی که دستفروشن، کار روزانه فصلی دارن و نمیتونن اصلا کار نکنن، گرسنه میمونن، اینا میان بیرون، حالا کار پیدا بکنن نکنن، اون به قولم کارگر ساختمانی من هر روز میام بیرون اینجا میشینم کار پیدا بعضی موقع کار نیست، من گرسنه دستخالی برگردم خونه. اینا تاثیر گذاشته روشون و اعتراض خودشون هم میکنن، اما خب اعتراضشون به جایی نمیرسه. اون خونه ای که خراب کردن سن اون زن خانواده و خونه های دیگه ای که خراب کردن، فجایعی که وجود میارن، اون قهرمان کشتی که اومد تو خیابون گفت بابا من قهرمان کشتی اینا ایرانم، آخه من دستفروشی میخوام بکنم، اینم نمیذارن. البته اینا خود شاخک های حسیشون قویه، رفتن به این قهرمان کشتی مثل اینکه رفتن گفتن سر صدا نکن، این پول بهت میدیم و دیگه این ویدیو رو نذار. ولی خب اون نشون دهنده اینه که چقدر واقعا جامعه در فقر و فلاکت قرار داره که با این همه که در تمام دنیا اعلام میکنن که باید مواظب بود، این کرونا کشنده است و میبینیم که در ایران این رعایت نشده و تعداد بسیار زیادی هر روز دارن جان خودشون از دست میدن. آمار از نزدیک به بالای 500 هم، این آمارای رسمی همه، خودشون هم دیگه خودشون هم معتقدن که این آمار رسمی رو خیلی بیشتر از اینه، که خب این فاجعه زمانه است، فاجعه ایه که شاید تا زمانی که جمهوری اسلامی آدم به خوبی متوجه نشه، اما بعد از اینا عمق تمام این فجایعه خب برمیاد بیرون و ما متوجه میشیم که در هر صورت بر مردم دقیقاً در اعماق جامعه چه گذشت. برای انسان عزیز، این در واقع جنبش آبان ماه علیه سبرابر شدن قیمت در واقع سوخت آغاز شد و بیش از 100 شهر رو در بر گرفت. اکثر کسانی در اون تظاهرات شرکت کردند که شاید دهه 60 رو اصلا تجربه نکرده بودند. تجربه جوانان و نوجوانانی بود که یا خواهان کار بودن، موتور حرکت بیکاران بودن، موتور حرکت بودن که میدونستن حرفایی که به اصطلاح فقط قیمت سوخت میره بالا، قیمت چیزای دیگه نمیره بالا، چرت و پرته و مزخرفاتیه که در واقع روحانیت میگه و همه اون مقرراتیه که هیچ کس برش باور نداره. به این جهت نیست که به هیچ چیزی از این حکومت باور ندارن، حتی مقررات درستی هم که حتی بخوان اعلام بکنن در ارتباط با کرونا. تو این مجموعه ما با توجه به اینکه توی این دوره که ما بعد از آبان ماه ما با چند چیز بزرگ روبرو بودیم، یکی اون سرنگونی در واقع هواپیما بود و کشتاری که شد، سپس این کرونا شد و سقوط وحشتناک قیمت پول ملی، بی ارزش شدن خاملش و یعنی سلاخی شدن کامل سفره‌های مردمان محروم، و از اون ور خود عوارض کرونا که بیکاری گسترده است
بی آیندگی مردمانی که در عجز خودکشی میکنند، در عجز در واقع مسئله فرار رو و خارج شدن رو میگن. به قول یه نفر یه جوکی گفته بود که همه رضا پهلوی میخواد برگرده، یعنی به گونه ای که اصلا اوضاع وحشتناکه. این رو ارزیابی چیه؟ چطور میشه این آبان ماه رو در واقع تبیین کرد به عنوان یک جنبند؟ خیلی سوال خوبیه، ولی نمیدونم چقدر وقت ما اجازه میده، چون این اصلا یه دونه بحث، یه بحث 7-8 دقیقه 10 دقیقه خوبه دیگه. چون یه بحثی فعالین کارگری ما کمتر در مورد آبان صحبت کردیم، متوجهی؟ و در مجموع از نظر من در حد آبان ما به خود آبان نپرداختیم ما و وزارت ازش در بیاریم. مثلا خلاصه بگم، من از نظر من آبان رو در جنبش اعتراضی میبینم که از 9 خرداد 71 از کوی طلاب مشهد شروع شده. جنبش، وقتی من میگم جنبش، به معنای این نیست جنبش که این در ائتلاف. جنبش میتونه فراز داشته باشه، میتونه فرود داشته باشه. یعنی تمامی فعل انفعالاتی که در جنبش اعتراضی بوده. 71 میاد، 74 تو اسلام شهر، بعد تیرمای 78 داریم، بعد تو از اواخر دهه 70 شگیری نهادهای کارگری رو داریم، تو دهه 80 دو تشکل مستقل تشکیل میشه، رشد اعتراضات کارگری در دهه 80 داریم، اعتراضات سال 88 داریم، بعد گسترش اعتراضات تو دهه 90 داریم، اعتراضات مالباختگان داریم، دیمای 96 رو داریم، آبانو، و بعد همین مسئله دیمای 98 و مسئله انتخابات، تحریم انتخابات. اینا همه تو جنبش اعتراضیه و همدیگه تأثیر میذاره. من با این بحثا که ما رو درگیر این بکنیم، آبان خیزش بوده، قیام بوده، نمیدونم شورش بوده، اصلا داریم بیراهه میریم، انرژیمونو صرف چیزی بکنیم که اصلا لازم نیست. این به عنوان یک اعتراض هم در رابطه با اون چیزی که گذشته، به مثال پدیده گذشته‌ای داره و آینده‌ای داره. آیندهش هم اینه که آبان‌ها تکرار خواهد شد و خود رژیم هم وحشتش از اینه، چون تمام اون زمینه‌هایی که وجود داشته، بنزین بهانه بود، زمینه‌هایی که بوده برای اعتراض و این اعتراض صورت گرفته، کماکان با قدرت خودش باقیه و عمیق‌تر هم شده تو این رابطه. ولی اعتراض آبان ما از نظر کمیت شرکت کنندگان، وسعت، دامنش از تمامی اعتراضات، حتی 88، 78، 96 گسترده تر بود. تو 29 استان اعتراض صورت گرفته، 100 شهر نیست، بیش از 7 صورت گرفته تو عرض اون حدود یک هفته، متوجه. بعد نکته دیگری که تو اینجا وجود داره، هیچ کدوم از جناح‌های حاکمیت در به وجود اومدن این اعتراض نقش نداشتن، حتی اون روزهای اول. بعد شرکت کنندگان در اعتراضات آبان ما تمام ارکان‌های قدرت رو نشانه گرفتن، سرمایه‌داری، نهادهای سرمایه‌داری شو، سمبول‌هاشو، مذهبیشو، قدرتشو، اماکن مذهبی و تبلیغات مذهبی رو، به بدین ترتیب اومدن اعتراض، خشم و نفرتشون رو به کل حاکمیت اومدن نشون دادن. نکته دیگری که باز حتی در رابطه با دیما، در رابطه با دیما این خیلی پیشرفته بود، یه قدم جلو بود، مسئله عقب نشینی، کشوندن اعتراضات از مراکز شهر به محله‌ها، متوجه، که نشون میده که این معترضین بین خودشون روابطی برقرار کردن. درسته؟ خب گفتیم
به طور مختصر اینا رو گفتم. گفتیم که ما شاهد اعتراضات در آینده خواهیم بود. کان کی کجا نمیتونم بگم. بعد از 96 همینطور که میگفتیم که دوباره صورت میگیره، اینم میگه. حالا ما اینجا هست که باید بحثای ما رو ادامه بدیم. من اینو مثلا یه تره بحث میدونم که باید بحثا رو ادامه بدیم. یکی از نکاتی که توی آبان ما علاوه بر سرکوب و کشتار و بیش از اونا اومد نقش ایفا کرد که این سرکوب بشه این جنبش، مسئله قطع انترنت بود. حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه متخصصین در رابطه با ارتباطات چیه؟ ما باید نگاه سازمانگرانه به چیز داشته باشیم، اعتراضات، نه اینکه بیایم خودمون رو درگیر یه بحثایی بکنیم مثل اون دوره‌ای که اعتراضات کارگری بوده، این تهاجمی تدافعی نیمه تدافعی نیمه تهاجمی، هیچ چیزی نداره. حالا آیا ما مثلا من خودم یه دونه فعال در عرصه رسانه میدونم، خبر میدونم، شما نشستیم در مورد این فکر بکنیم در اعتراض آینده باز قطع کردن انترنت تو دستورشون قرار میگیره؟ خب این تو دستورشون، من میگم انترنت چون اینجا ما میگیم انترنت، ایران میگن اینترنت، این به خاطر چیزیه که تو فرانسه به اینترنت میگن انترنت. این تو ببخشید اگه این چیزه، وقتی که این قطع میشه تلویزیون ها رسانه ها تو این دوره میتونن و بعد از قطعی نقش بیشتری ایفا بکنن. آیا ما تا حالا نشستیم؟ من میگم آیا من نشستم که اگه اعتراضی دوباره صورت بگیره با علی دماغندی که این رسانه رو داره، با ستار عزیز که فعالیت میکنه در این عرصه، یه هماهنگی صورت بگیریم، مثلا این آمادگی داشته باشیم، نیروهایی باشیم پای این مسئله که تلویزیون برابری، حالا من نه منظورم من نوعی ها، تلویزیون برابری در اون دوره یا اون شبکه‌ای که توشون هستن با اون سازمان‌هایی که فعالیت میکنن و در عرصه رسانه هستن، در اون دوره‌ای که اعتراضی صورت بگیره چگونه بیان فوق‌العاده ویژه برنامه اجرا بکنن؟ مثلا یه تربست ها، نمیگم که من تو آستین من رای حل دارم، ولی ما باید بریم سری اینا صحبت بکنیم. میگه اگه اتفاقی افتاد وظیفه ما چیه؟ الان دیگه میدونیم اینا حتما انترنت رو قطع خواهند کرد. آیا ما برای این دوباره آمادگی داریم یا نه؟ بازم میشه اینه که آبان در رابطه با 96 نداشتیم. اینجا هم چیز من کوتاه میکنم که ستار صحبت بکنه و امیدوارم یه روزی باشه که هرچه بیشتر فعالین کارگری بیان پای این و پاسخگویی به وظایف روش بحث بکنیم. ستار جان خواهش میکنم. آره همین از نکته آخری که بهروز گفتن شروع بکنیم که اگر اینترنت قطع بشه چه اتفاق قطع بود، من اضافه کنم تنها اینترنت نیست که قطع میکنن و خیلی از کارهای دیگه صورت میگیره که این نفوذی میفرستن توی تظاهرات شبری شناسایی برای این مثلا چه کار میکنیم، اینا نیروهای امنیتیشون رو بیشتر میکنن برای این راه حل چیه. البته اینترنت خب خیلی مهم هست، ولی هر کدام از اینها هم مهم هست. آیا ما فکر کردیم که اون شیوهی که در آبان ماه گذشته که از محلات شروع شد، مثلا کمیته، حالا تشکیل کمیته های محلات ها برای اینکه خانواده ها بیان حمایت بکنن از این اعتراضات که نذارن کشتای بیشتری باشه، هزاران مثال میشه زد که در حسرت چجوری میشه آماده بود. این همون طرح بحثی که میگه درسته عزیزا، که واقعا کسی، من حداقل من ندیدم توی رسانه ها جایی باشه که بیان روی این به دقت ریز ریز اگر هم چیزی اتفاق افتاد که میفته، همه مونم میگیم میفته، چه نقشه هایی داریم، اصلا چه کارهایی کردیم یا میکنیم. خب
اینا باید به وظیفه فعالین کارگری در ایران گذاشت. البته در ایران تعدادی از فعالین کارگری این کار میکنن الان، روی کمیته های محل دارن کار میکنن، کمیته های کارخونه دارن کار میکنن. من اتفاقا با یکی از این فعالین هفت تبه صحبت میکردم، یه سری نکات گفت، من هم عین اون نکاتی که گفت دارم میخونم، برای من خیلی جالب بود. من بهش گفتم خب به هر صورت شما توی این مبارزه دارین، در هفته دارین هفت تپه دارین مبارزه میکنید و ظاهرا هم خب اینه که عقب نشینی کردید و رژیم انگار اسد بگی اینا قوی تر از اومدن میدون و همین دیگه از قبل که خب 15 نفر رو شکایت کردن، زندانی کردن، آزاد کردن، یعنی شما رو مشغول یه سری مسائلی کردن که اصلا از اون اصل مطلب رفتن که گفت درسته. مشکلات خیلی زیاده. ببینید کارگر مثل یک انسان، همه ما نظرات مختلفی داره. یکی ممکنه توی اعتصاب میاد همه چیزا رو داره، ولی حزب‌اللهی هم هست. یکی میاد ممکن اصلاح طلب هم باشه، یکی میاد احمدی نژادی هم هست، یکی میاد توی اعتراض، ولی چون درد مشترکی دارن رو اون میان با همدیگه هماهنگ میکنن، ولی در فردای مسائل مهمتر اینا با همدیگه چیز میشن. نکاتی رو که گفت برای من جالبه، اینا رو میخونم. گفت ما داریم این کمیته‌ای که شما میگی، خب اینا درسته، ما برنامه داریم برای این کمیته، ولی آیا فرصت انجام این یا نیروی انجام اینا داریم یا نداریم؟ این مسئله است. مثلا کمیته، چرا ما محیط زیست مگه مسئله مهمی نیست؟ ببین یه کارگر وقتی میاد روی محیط زیست صحبت میکنه، برای من خیلی مهمه که این تا کجا جلو رفته از چیز. همون کمیته خانواده ها، گردشگری، زباله هفت تپه، صنایع دستی، ورزش و همینجوری میاد میگم مگه اینا مسئله ما نیست؟ اینا مسئله ماست. همه اون چیزی که میگذره مسئله ماست. آبان ماه مسئله ماست. همونجوری که یعنی آبان ما، اونجوری که علیرضا هم گفت، در حقیقت جنبش کارگری به شکل خیابانی بود، در حقیقت اعتراضات جمع شده ده ها سال کارگری بود که خود رژیم هم دیگه اعتراف کرد که به این بابا این با 88 فرق میکنه، اینا از میدان شوش دارن میان، از فقیرترین نقاط شهرها دارن میان بیرون. این دیگه خب این کارگره، حالا به عنوان طبقه کارگر نیومده بیرون، در جنبش اجتماعی این که کارگره که داره میاد مبارزه میکنه و تجاربی که الان اینو دارن میگیرن مهمه و تجارب ما مهمه که اینا رو شریک بشیم باشون و در حقیقت انگلیسی ها میگن پرواکتیو باشی، یعنی تو قبل از اینکه اون اتفاق بیفته یه برنامه داشته باشی براش و اگر نه خود حرکت های ما واکنشی خواهد بود، یعنی کنشی نیست، واکنشیه که اتفاق میفته ما حالا میگیم آه دوباره همه اون تجارب تکرار میشه و متاسفانه این تکرار اشتباه بگیم بهش میگن جهالت آگاهانه است. حقیقت اینه که میشه گفت که جنبش آبان حاشیه به مرکز پرتاب شد و همه مسائلی که حاشیه شدگان جامعه که از سیکل در واقع ثروت و قدرت و امکانات به دور افتاده بودن و خارج شده بودن، یک باره به خیابان اومدن، خیابانی اومدن که در واقع ادامه اون اعتراضاتی بود که چندین دهه ادامه داشت و خصوصا بعد از دهه 80 ادامه داشت و ما همونطور که علیرضا گفت شاهد جنبشی بودیم که نانکار آزادی اداره شورایی رو در واقع مبنا قرار داد. به همین چیزی که میگی که مسئله محیط زیست، مسئله خانواده، مسئله دستمزد، مسئله محصلا، مسئله در واقع مدرسه، مسئله کرونا، مسئله بیکاری، مسئله بازنشسته ها، همه اینها مسائلی هستند که باید کمیته ها و نهادهای فکری خود اون جمع جنبش اجتماعی کارگری روش متمرکز بشه، کمیته هاش ایجاد کنه، اتاقهای فکرش ایجاد کنه و بتونه سازمان بده و راه حل پیدا کنه برای چگونگی انعکاس اون مبارزه‌ای که در واقع جریان داره و به قول تو هم
مقابله با تاکتیک های پلیسی که در واقع بخوان در کمیته های در شهرها در محلات کمیته های بسیجی ایجاد کردن مثل همون دهه 60، هرچند بودجه ندارن اون کارها رو بکنن، اون اتوریتی سابق رو، ولی میخوان ایجاد کنن کمیته های در واقع نهادهای نظامیشون رو تقویت میکنن، مزدورانشون رو مدام در واقع ساندیسکوراشون رو سازمان میدن. همه اینا در مجموع هرچند ترک برداشته، یعنی جا انقدر حکومت ناتوان و فلاکت زده هست که این فلاکت عظیم رو توی کشور ما ایجاد کرده. طبیعی باید براش آماده باشیم، طبیعی این جنبش برای اینکه خوراک دیگرانی که خیلی آماده هستن نشه، باید خودش بیش از هر چیز خودش سازمان بده، و مایی که هواداران اون جنبش هستیم و میخوایم صدای بی صدای اونها رو منعکس کنیم، باید ارتباطاتمون، روابطمون، امکاناتمون، شرایطمون رو به گونه‌ای هماهنگ و همراه کنیم که بتونیم صدای اون جریانی باشیم که فریاد نان کار آزادی اداره شورایی رو فریاد میکنه. از هر دوی شما عزیزان ممنون و سپاسگزارم برای این گفتگو. امیدوارم باز داشته باشیم شما رو و باز گفتگو کنیم، قطعا برای هم جمع‌بندی هایی که در مقابل هست و هم برنامه هایی که تریبون کارگری ارائه می‌کنه. من میتونم یک دقیقه یک پیشنهادی بدم؟ خواهش میکنم. برای اینکه ما بحثامون به نتیجه عملی برسه، علی جان من به تو پیشنهاد میدم، شما که فعال رسانه‌ای هستین، با دیگر نیروهایی که تو عرصه انقلابی، منظور ما نه نیروها، که فعال رسانه‌ای هستین، بریم پای یه دونه کنفرانس غیرعلنی، متوجه که فردایی که اگه این اتفاق افتاد چه باید کرد. این پیشنهاد من بود. به هر دوتای شما خسته نباشید میگم و سپاسگزاری میکنم از علی و تمامی دستندرکاران تلویزیون برابری که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که نقطه نظراتم رو با بینندگانشون در میان بذارم. سپاس است. Thank you.